اون وقت حضرت زهرا سلام الله علیها هم احادیث نبوی در وجود مبارکشون موج میزد، مملو و از گفتارهای پدر بزرگوارش بود، هم احادیث علوی رو گرفته بود، به علاوه جبرئیل برش نازل میشد و خودش مثل پیغمبر و علی چشمه حدیث بود، نه راویه حدیث بود، خودش چشمه حدیث بود و فرمایشات حضرت زهرا مثل قرآن است، مثل فرمایشات حضرت رسول و مثل فرمایشات حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. در میان کلماتی که از حضرت زهرا مونده که به حمد الله در کتاب مسند فاطمه احادیث فراوانی از حضرت صدیقه طاهره جمع شده است و همینطور در کتاب دیگری که جمعی از بزرگان آیت الله خزعلی و بعضی های دیگر جمع کردند کلمات حضرت زهرا را مختنم است، اما در میان کلمات حضرت زهرا اونی که جلوه پرفروغی است، شمس طالعی است، سند است برای حقانیت امیرالمؤمنین و اثبات وصایت او و افشاگر مخالفین است، خطبه فدکیه حضرت صدیقه طاهره است که بر خطبه فدکیه شرح‌های زیادی نوشته شده است و از قدمای از نویسندگان مثل صاحب کتاب بلاغات النساء خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها را آوردن و بزرگانی بر این خطبه شرح‌هایی نوشتند.